در بخش سوم برنامه قرار داریم و در این بخش می‌خواهیم که یکی از دختر خانم‌ها را بر شما معرفی کنیم که در رشته تکواندو تمرین می‌کنه و جمله کسایی است که می‌خواهد دستاوردهای خوب به افغانستان داشته باشه و دستاوردهای خوب به کشور ما همچنان داشته. می‌ریم با نیلا ولی معرفی می‌شیم که چه دستاوردهای به افغانستان داشته، زندگی نامش با هم یک جا می‌بینیم. خدا نیلا ولی هستم. سال 13-14 به دنیا آمدیم. در وقتی که مکتب رفتم، در سال 13-90 از مکتب فارغ شدیم، از مکتب قلعه کاشف. وقتی که نو ورزش شروع کردم، از بسکتبال شروع کردم، او وقت در صنف ده مکتب بودم. بسیار علاقه مندی زیاد به بسکتبال داشتم. پیش یک شاگرد مکتب بود، پیش از او تمرین میکردم و بعد از او وقتی که المپیک رفتم در بخش دوش، اوجا پیش استاد شاپور، استاد کریم، پیش از او تمرین کردم و دوش بسیار یکی از، یعنی اول میخواستم در المپیک در بسکتبال برم، اما وقتی که در بخش اتلتیک رفتم بسیار علاقه مند از او شدم، خواستم که ادامه بدم و بسیار بر من مشکل بود. بازم تانستم تا یک حد برسم، اما حال علاقه‌مندی زیاد بر تکواندو دارم که فعلا در حدود یک سال میشه که پیش استاد سیار بارکزایی تمرین میکنم تکواندو و بسیار ازش راضی هستم. یعنی خودم رای خدا پیدا کردم که تا کدام حد پیش میتونم ببرم، به خاطر که دواش یک رشته بسیار خشک بود و ما هر قدر که کوشش کردم نتونستم نتیجه بگیرم. بازم یعنی همه قدر شد که بتارم در تکواندو رو بیارم و تکواندو به خاطر انتخاب کردم یک رشته رزمی است، هم میتونم به خاطر نام کشور کار کنم و هم یک دفاع شخصی میتونم از خود از خانواده داشته. تا حالا را فقط 3 مسابقه دادیم که مدالای میکیش برونز، نقره و طلا است. اولین مسابقه ما در کلاب فجر بود که در اوجا مسابقه دادم، تانستم تا یک حد پیش برم، اما مدال برونز گرفتم. بعدش هم استاستا تا که تمرینات ما زیاد کردم مدال نقره و استاستا طلا گرفتم. وزن 68 بودم و عالم در اون وزن هستم، در اون وزن مسابقه میتونم. از وقتی که شروع کردیم فامیل خو اصلا حمایت نکردن و برعکس مانع المپیک رفتن ما میشدن. یعنی بر ما بسیار از نگاه اقتصادی بسیار برای مشکل بود از خوشحال خان تا المپیک رفتن. بازم ما تمام مشکلات در قصهش نشدم، بازم میرفتم. حتی اگر کرام پیش بروی بود پیاده میرفتم تا المپیک، بازم تمرین خودم میکردم. اما فامیل تا حد را میگفتن که یعنی هر قدر زود امکان داره باید ورزش ترک کنی، به خاطر که در افغانستان نمیتونه یک دختر فایتر شه، نمیتونه نام بکشه، نمیتونه یک جای برسه. و ما تمام گپایشان را نادیده گرفتم. مردم هر قدر که گپ میزنن هیچ بر ما مهم نیست، ما فقط میخوایم پیشرفت کنم. کسی که مرا زیاد در ورزش تشویق کرد استاد سیار بوده. یعنی ما در می تکواندو اما قدر که رسیدیم به خاطر استادم بوده. بسیار مرا تشویق کرد زیاد که یعنی تو میتونی در یک جای برسی و واقعا هم که من خودم که دیدم واقعا بهترم یک جای برسم. دستاوردی که داشتیم 3 مدال است که از امیا مدال گرفته فقط در بخش تکواندو. یعنی در دیگر رشته دو رشته دیگر کار کردم نتونستم از او چیز به دست بیارم. فقط در میرشت تکواندو که پیش رفتیم 3 مدال گرفتیم و تختی نامه همچنان گرفتیم و برنامه بعدی ما که هسته در تیم بیلی میخواییم در تیم بیلی شامل شویم و اوجا یعنی شاید بسیار بلند باشه سویش، اما بازم کوشش میکنیم که یک جای برسیم. چند مسابقه دیگه پیشروی داریم، یکی مسابقه اند است که چند روز بعد برگزار میشه، اوجا میخواییم بریم، اما کدام اسپانسر هیچ نداریم. بازم کوشش میکنیم که از جیب شخصی خود بریم، اما
بازم کوشش میکنیم یک اسپانسر اگه پیدا شود بهتر است. آخرین هدف ما همی است که مسابقه جهانی که 4 سال بعد برگزار بشه دو باید برد داشته باشم و به افغانستان یک نام باید یعنی یک مدال باید بیارم از اونجا. یعنی من تا جایی که میبینم به حد مشکل است بر دختر خانما، یعنی زمانی که از خانه بیرون میشی تا جایداد که میرسی هر قسم گفت میشنوی، هر قسم هر کس هر چیز میگن، از یک سو فامیل میگه که ممانعت میکنن، از یک سو هر کس هر قسم گفت میزنه که دختر نمیتونه ورزش کنه، نمیتونه پیش بره، آخرتان چی میشه، همه قسم هر کس هر چیز گفته میره. یعنی بر دخترها واقعا به حد مشکل است. وقتی که آدم یک جای میرسه اونو وقت باز کلگی درک میکنن که چقدر یعنی ای کوشش کرد، با وجود که قدر ممانعت وجود داشت اما بازم چقدر کوشش کرد در چه قسم یک جای رسید، اونو وقت باز کلگی آدم تشویق میکنه که یعنی در چه قسم یک جای رسیدید. ولی را خو با هم دیدیم و بیشتر امرش معرفی شدین و با امید روزی که امی رقم دختر خانمای پرتلاش در افغانستان زیادتر شدن تا افتخارات خیلی خوب به افغانستان داشته باشن. آخرین دقایق برنامه است و تشکری میکنم از اینکه برنامه 7 روز ورزش برنامه خودتانم تا این دم دیدین و از کسایی تشکر میکنم که همیشه در صفحه فیسبوک ما پیاما انتقادات نظریات و پیشنهادات خود بر ما میفرستن و ما همیشه کوشش میکنیم که بخاطر بهتر شدن برنامه از نظریاتشان استفاده کنیم و شما میتونید که در صفحه یوتیوب ما برنامه 7 روز ورزش همچنان بیننده باشیم و کسایی که نمیتونن در تایم مشخص که برنامه ما نشر میشه برنامه را تماشا کنن میتونن از طریق یوتیوب برنامه ما را ببینن. تا برنامه دیگر که ما در خدمتتان قرار میگیریم با تازه ترین های ورزش شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. بقیه برنامه های تلویزیون جوانان افغانستان را فراموش نکنید و یادتان نره که همیشه ورزش کنید تا صحتمند و سرحال باشید.